خبر کوتاه بود و دلنشین اداره مهاجرت کانادا طرح ویژه ورک پرمیت سه ساله ایرانیان رو برای یک سال دیگه تمدید کرد یعنی جا داره همینجا ویدیو رو تموم کنم بس که این خبر دلنشین و واضحه اما خب اگه در کل نمیدونید ماجرا چی بوده یا جدیدا با این خبر آشنا شدیم قضیه از این قرار بود سال پیش اداره مهاجرت کانادا اومد گفتش آقا از فوریه 2023 تا فوریه 2024 هر ایرانی که با پاسپورت ایرانی با یک ویزای موقت یعنی توریستی تحصیلی یا ویزای کار موقت در کانادا باشه ما به رایگان براش ویزای توریستی یا همون ویزای موقتش رو به ورک پرمیت یا اجازه کار سه ساله تبدیل میکنیم که اونم میتونه مقدمه برای گرفتن اقامت دائم کاناداش بشه طی این مدت یه عالمه از ایرانیا چه از ایران چه از کشورهای دیگه با پاس ایرانیشون اقدام کردن برای ویزای توریستی کانادا اومدن داخل کانادا و این ویزای توریستیشون رو به ورک پرمیت تبدیل کردن و الان هم شاد و خورم همه دارن اینجا برای زندگیشون رو میکنن یا میرن سر کار و کارهای اقامتشون رو سعی میکنن انجام بدن اما دیگه به آخرای این بازه یک ساله اون پنجره یک ساله که اداره مهاجرت گذاشته بود وقتی رسیدیم یه عده که هنوز نتونسته بودن ویزا بگیرن یا هنوز نتونسته بودن این ورک پرمیتشون رو تبدیل کنن یعنی دیر اومده بودن و هنوز نرسیده بودن تبدیلش انجام بدن استرس گرفته بودن که وای آیا این تمدید میشه یا نه و من خودم هم صادقانه میگم اصلا احتمال نمیدادم تمدید بشه به خاطر اینکه همین الان به دولت کانادا کلی حجمه وارد میکنن که آقا واسه چی همینجور داری مهاجر میاری ولی در عین ناباوری دیدیم که اداره مهاجرت اومد و این طرح رو یک سال دیگه یعنی تا فوریه 2025 واسه ای ایرانیا تمدید کرد. حقیقتا این دیگه یکی از ساده ترین و سرراست ترین که یه آدم میتونه مهاجرت انجام بده. یعنی کافیه یه ویزای توریستی بگیری، میای اینجا ورک پرمیت سه ساله میگیری، بعد کار میکنی بعد اقامتت رو میگیری. کسایی که درگیر این پروسه بودن که فکر کنم دیگه تا الان با ویدیوهای من کامل در جریان هستن که چیکار باید بکنن صرفا الان اقدام میکنن و میسن ورک پرمیتشون میاد اگر شما اولین بار اصلا کلا این قضیه داره به گوشت میخوره خیلی خلاصه بهت بگم من همه چیشو تو کانالم گفتم شما اولش باید بری این ویدیو رو ببینی که ببینی شرایط این طرح چیه که حالا به صورت خلاصه تو همین ویدیوام هم گفتم بعدش که تصمیم گرفتی آقا واقعا میخوای ویزای توریستی بگیری و بیای کانادا و به کانادا مهاجرت کنی میری این ویدیوهای دیگر رو میبینی که من توش قدم به قدم هر نکته ریزی در مورد گرفتن ویزای توریستی کانادا هست رو توش, به توش کامل گفتم و فکر کنم مرجع نصف کسایی که الان خودشون دارن واسه ویزای توریستی کانادا اقدام میکنن و با موفقیت هم همشون اومدن اینجا من خودم تو همین خیابونای شهر خودم مونترال که گاهی قدم میزنم یا دفعه آخری که رفته بودم تورنتو تو خیابون که راه میرم ایرانیایی که با همین طرح با ویدیوهای من اومدن میان جلو لطف دارن سلام پرسی میکنیم و به من میگن که چقدر قشنگ با همین ویدیوها بدون نیاز به هیچ وکیلی و هیچ هزینه اضافه تونستن ویزاشون رو بگیرن و اومدن اینجا ورک پرمیتشون هم گرفتن بعدش که ان تونستید ویزای توریستیتون رو بگیرید و اومدین وارد کانادا شدین میرین این یکی ویدیو رو میبینید که توش کامل گفتم چطوری میتونید برای این درخواست ورک پرمیت سه ساله قدم به قدم رو سایت اداره مهاجرت اقدام کنید وقتی برای این درخواست ویزای کار سه ساله اقدام کردید بعد دو هفته ده روز این اجازه کارتون میاد و بعدش میتونید برید این ویدیو رو ببینید که ببینید آقا من با داشتن اجازه کار سه ساله چه روش های جلو راه هم هست که بتونم اقامت دائم کانادا رو بگیرم و به این ترتیب شما میتونید از یکی از ساده ترین روش های مهاجرتی که فکر کنم در طول تاریخ در جلوی پای ملتی گذاشته شده اگر واقعا قصد مهاجرت دارید استفاده کنید بدون اینکه هیچ هزینه اضافه لازم باشه برید به مؤسسه های مهاجرتی و وکیل مهاجرتی و اینا بدید اینجا فقط تاکید کنم من وکیل مهاجرتی نیستم اصلا کار مهاجرت و اینا انجام نمیدم من فقط همه این ویدیو ها همه اون چیزهایی که یاد گرفتم و واسه تون داکیومنت کردم اینجا ویدیو کردم که خودتون بدون هزینه اضافی بتونید این, این پروسه رو پیش ببرید و خیلی هم موفق شدم من کلی کامنت دایرکت تو اینستاگرام آدمایی که تو خیابون میبینم و دارم میبینم که دارن به من میگن آقا ما با همین ویدیوها خودمون تونستیم انجام بدیم هیچ چیش هم سخت نبود خب این از اینکه آقا این پروسه مهاجرت رو چجوری پیش ببریم و بتونیم برسیم کانادا و به حال کارمون رو پیش ببریم اما حالا این مدت این یک سال من انقدر مشاوره ها داشتم با بچه ها و انقدر بچه ها رو اینجا دیدم و انقدر ایرانیایی که با این روش اومدن و صحبت رو توی شبکه های اجتماعی مختلف دیدم تو فیسبوک اینستاگرام این ور که یه سری تجربه به دست اومده که الان میخوام اینا رو بهتون بگم یعنی اگه هنوز نیومدین این تجربیات رو بشنوید خیلی از ایرانیایی که جدیدا با این ویزای توریستی اومدن کانادا به خاطر اینکه خب این روش یهو یه راهی و جلو پای خیلی آدما باز کرد و آدما با بک‌گراندهای مختلف و سطح آمادگی مختلف پا شدن یهو اومدن مشکل زبان رو برخورد میکنن یعنی اینا اصلا زبان خب نمیدونستن بعد اومدن اینجا وقتی زبان بلد نباشی کار که نمیتونی پیدا کنی دیگه کار جنرال ساده مثلا تو مغازه بخوای جارو هم بزنی خب زبان لازمه یه نفر میخواد باید حرف بزنه دیگه بهت بگه چی کار کن پس این زبانه قشنگ موقعیت کاری ها رو ازشون میگه توی این مغازه بخوای بری یه خرید بکنی و با پانتومین با رو صحبت کنی ارتباط با کسی نمیتونی بگیری اصلا محدود میشی تو خونت یعنی جایی نمیتونی بری و همین قضیه کل پروسه مهاجرتت رو تحت تاثیر قرار میده پس زبانه رو از الان بخونید یعنی یه کارش بکنید هم تو بدون زبان پا نشید بیایید گیر میکنید نکته دوم مهارت خیلی از آدمایی که میان هیچ مهارت خاصی ندارن نه اینکه تو ایران بیکار بوده باشن من قبلا در این مورد توی ویدیو صحبت کردم این آدما ممکنه مثلا کارمند یه جا بودن ولی خب کارمند بودن که ترجمه نمیشه به یه شغل مشخص تو یه کشور دیگه واسه همین وقتی بدون هیچ مهارتی میای اینجا شغل خاصی هم اینجا جز شغل های جنرال در انتظارت نیست یعنی مثلا اگه یکی تو ایران آرایشگر باشه میاد اینجا آرایشگر میشه اگه یکی نمیدونم تعمیر کار باشه شاید بتونه بیاد بره, بره, توی تعمیرگاه کار کنه ولی کسی که هیچ مهارت خاصی نداره همینطوری اومده جز شغل جنرال که کار یدیه انتظار شغل دیگه ای نباید داشته باشه و نکته مهم اینجاست که شما با شغل های جنرال و نمیدونم کار تو دلیوری نمیدونم تاکسی کار کردن اینا شما با اینا نمیتونی اقامت بگیری بعضی ها ممکنه بدن ولی خیلی استانه پرت و پورتن پس تلاشتون بکنید با یه مهارتی با یه دو تا ایده واسه شغل و حرفه‌ای که اینجا میخواین داشته باشین پاشین بیاین هم تو بیکار اینجا نچرخین مشکل سومی که من دارم میبینم و بیشتر از توی فیسبوک و این گروه ایرانیان کانادا در فیسبوک میبینمه و اونم محل اسکانتونه ببین دوستان وقتی میایید اینجا خیلیاتون دوست و فامیل آشنا دارید مثلا برادر خواهرتون ممکنه اینجا باشن میایید اینجا میرید خونه اینا میمونید یه هفته دو هفته یه ماهش اوکیه از اون که بیشتر میشه شما با برادر و خواهرت هم ممکنه دوچار مشکل بشی اگر پلنتی نباشه که خودت بری یه جای مستقل بگیری بنابراین وقتی شما اینقدر طولانی قرار بیاید و مثلا وارد کانادا بشید بمونید یه فکری به حال محل اسکانتون بکنید نگید میرم پیش دوست و آشنا و فک و فامیل میمونم همون فکو فامیل هم بعد یه ماه دو ماه برمیگردن یه چیزی بهتون میگن این قضیه انقدر رایجه که تو این گروه فیسبوک ایرانی های کانادا یا مونترال حالا به خصوص بری کلی نمونه میبینید که افراد شاکی هستند که آقا این طرف از ایران پاشوده اومده یا از یه جای دیگه پاشوده اومده حاضر نیست خودش بره یه جایی دیگه بگیره خب بخاطر اینکه گرونه این کاملا قابل درکه ولی خب راهش هم نیست که بری خونه یکی دیگه هم تو بمونی به فکر محل اسکان باشید از آخر. و مشکل آخر اینه که کلا هزینه ها اینجا بالاست کانادا جزو کشورهای گرون دنیاست از همه لحاظ هم مواد غذایی هم حمل و هم خط موبایل هم اینترنت مهمتر از همه مسکن مسکن که گرون میشه باعث میشه شما دیگه تو این شهرهای بزرگ که شغل زیاده مثل اونتاریو مثل بریتیش کلمبیا مثل کبک نتونید بیاید بخاطر اینکه اینا گرونن بعد شما مجبور میشید برید شهرهای پرتوپورتر برید نمیدونم حالا اسم نمیبرم اگه کسی رفته ناراحت نشه برید اونجا شهرهای پرتوپورتر و, و کوچیکتر که شغل توش نیست وقتی شغل نتونید بگیرید پول ندارید شغل نتونید بگیرید روشی برای اقامت گرفتن نخواهید داشت شغل نتونید بگیرید زبانتون خوب نمیشه اصلا همه چی به هم میریزه پس یه حساب دو دو تا چهار تا اینور رو هم بکنید چرا اینو میگم به خاطر اینکه خیلی ها با این پلن میان اینجا که خب ما میریم کانادا تلاش میکنیم اقامت بگیریم نشد پناهنده میشیم که من خودم به شدت مخالفم با این مخاطره که حق خیلی آدمای دیگه ضایع میشه با این کار اما اگر هم این پلن تو ذهنتونه بدونید به احتمال خیلی زیاد به کسانی که ورک پرمیت داده میشه دیگه کیس پناهندگی و این صحبت ها داده نمیشه و این تریکیه که اداره مهاجرت کانادا داره رو همه مهاجرهایی که از کشورهای مختلف میان میزنه داره بهشون ورک پرمیت های سه ساله میده و شما نمیتونی بعد مثلا دو سال سه سال پاشی بری بگی ای من ورک پرمیت داشتم الان یادم افتاده میخوام پناهنده اینو اینا حواستون باشه کانادا کلا کشور گرونیه با یه پلن و برنامه ریزی پاشین بیاین اگه میخوام بیاین همین کل قضیه همین بود بهتون گفتم که خبر چیه بهتون گفتم که چه جوری میتونید ویزاتون رو بگیرید پاشید بیاید اینجا ورک پرمیت بگیرید بعدش برید اقامت بگیرید از طریق ویدیوهایی که من تو کانال گذاشتم نیاز به هیچ وکیل و چیزی هم نیست و تجربیاتی هم که از ایرانی ها که تین این یک سال اومده بودن و من کسب کرده بودم رو بهتون گفتم دیگه الان همه چیز در مورد این پروسه رو میدونید یعنی نیاز به هیچ وکیل و هیچ کس و هیچ چیزی ندارید خودتون میتونید انجام بدید اما اگر باز فکر میکنید مرددید یه بخشش مبهمه نمیدونید میخواید چیکار کنید اینو در نظر بگیرید که فرصتتون محدوده اگر خیلی دیگه دارید گیج میزنید از طریق این لینکی که این پایین گذاشتم یه وقت مشاوره بگیرید با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم قضیه چند چنده ولی بازم میگم هیچ احتیاجی به هیچ چیزی ندارید دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدین امیدوارم که اگه واقعا قصد مهاجرت دارید و اگه به صلاحتون هست از طریق همین دریچه یک ساله‌ای که باز شده اقدام کنید چون که واقعا دیگه بر سال بعد بعید میدونم تمدیدش کنن یا اصلا روشی که دیگه از این آسون تر باشه بعیده برای یه قشر وسیع و عمومی جامعه ایرانی یا حالا از هر کشور دیگه باشن فراهم بشه اگه دوست استفاده کنید ازش دمتون گرم تا ویدیو بعدی خدا نگهدار